درود بر همیانان ارجمند خوشحالم که فرصتی دیگری است تا هفدهمین برنامه از سری برنامه های تحلیلی از جنبش رنسانس ایرانی بر تاریخ معاصر ایران رو در خدمتتون باشیم به همراه دوست ارجومند شهرام آریان در حرکتی که داشتیم از آغاز صفویه به سوی زمان کنونی نشست پیشین رو سپری کردیم با یک سری از گفتگوهای کیفی درباره نیمه نخست پادشاهی ممرزا شاه پهلوی دهه 20 و سی خورشیدی در مجموع و اون برنامه 16 همه اگر که ندیدید لطفا برنامه 16 رو ببینید در پایان برنامه خب هنوز کارون تموم نشده بود و قرار شد که در این نشست در این هفته نکاتی رو که فرصت نشد دفعه بیان بشه شهرام بره سراغش و بیشتر در اون باره گفته بکنیم کنیم که بحث کیفی کیفیمون یه مقدار با مستاق های اینی و نمونه های راستین هم چاشنی بشه که یه مقدار دریافت مطلب رو برای شنونده و بیننده آسانتر تر کنیم جان بریم سراغ مباحثی که شاید به عنوان جزئیات تلقی بشه ولی واقعا جزئیات نیست بلکه بخش از تاریخ معاصری که بر پایه اون بود که ما آنالیز کیفی دفعه پیشمون رو بیان کردیم و بر پایه همون هم هست که این مبحث رو پیش میبریم به سوی نهایتا انقلاب اسلامی شاید در چهار هفته یا شیش هفته آینده شهران جان درود بر شما درود جان جان درود بر بینندگان حالا ما خیلی هم تو جزئیات. نمیدیم ولی من گفتم شاید بد نباشه که آدم یه بار اینجا یه نگاهی بندازه که اون فهرست نخست وزیرای پیش از 28 مرداد تقریبا چی بوده و برایند کاراشون تقریبا چی بوده میخواد تو فضای اون موقع دوباره بیشتر وارد بشه من اینو امروز میون کارهای دیگه یه 20 دقیقه سر هم کردم امیدوارم اشتباه چندانی توش نکرده باشم توی پاورپوینت نماهای این نخست وزیرا رو یه جوری سرهم کردم امیدوارم اینجا بیفته خب الان نمای آقای فروغی دیده میشه بله بله ما بار پیش با اون آغاز کردیم که گفتیم که هنگامی که جنگ به اون حالت ناگوار به ایران آورده شد و رضا به اون شرایط سخت و آمی، آمیخته با تحقیر از سوی انگلیسی ها به تبعید برده شد فروغی یه نقش مهمی بازی میکرد توی ترادهش تو انتقال پادشاهی به محمد داداشا و اینه که صبات کشور یا پایه های کشور از یه مرزی فراتر به لرزش نیفته اینجا کارش رو خیلی خوب انجام داد البته خوب میدونم که بیشتر همیهنان در این موارد جزیات رو میدونم شیش ماه نخست وزیری کرد اگه اشتباه نکنم دورور شیش ماه بود و بعد کار داده شد به سوهیلی به آقای علی سوهیلی بود که علی سوهیلی هم قبلا تو وزارت خونه گوناگون تجربه داشت بجه تو کارهای امور خارجه و در حقیقت یه جور سردرگمی بود که پس از فروغی کی میخواد اصلا بیاد چون همه به این عادت داشتن این که رضا شاه بیشتر تصمیم‌ها رو خودش آماده می کرد و می‌گرفت و نخست وزیر هم خودش با سلیقه ویژه که داشت بر میگماشت اون روزگار ویژه او و پس از که او رفته بود همه می‌دونستان خب از این پس باید یک جور دیگری بشه ولی دقیقا چه جوری نمی‌دونستان و در حالت جستجوی اون ستایل یا روش نو بودند و میدونست اینکه خب از این پس روزنامه ها هم آزادتر خواهد بود مجلس هم انتخاباتش یه خورده واقعی تر خواهد بود و خود مهتران باید خودشون به خودشون تی یعنی دموکراسی از نو تمرین خواهد شد پس از فروغی حالا به حال توی نبود یک آلترناتیو دیگر سوهیلی اومد سوهیلی نیومده سر کار پنج ماهی هم بیشتر تون دوره اول نبود به جانش افتادن به کسانی که در روزگار رزاشا زیر فشار بودن که بعد نامشون اون فراکسیون اقلیت مجلس شد اینا خیلی گلمند بودن از فشارهایی که زمان رزاشا اومده بود حالا شروع کردن گفتن این پرونده کسایی که تو شهربانی تو اون زمان تو زندان کردن و یا حتی کشتن برخی ها دستاشه اینو باید برکشیده بشه باید رسیدگی بشه سوهیلی خیلی مایل نبود که تو اون هیری بیری جنگ این مسئله زیادی روش مته به خشخاش گذاشته بشه بلکه بر بل این باور بود که باید الان فعلا اینو مدارا کنه رد کنه اون پرونده حالا بعدا وقتش هست این دست اون دست میکرد به دیوان تو جزیات داریم حال سوهلی نتونست روی کرسی خودش مدت زیادی بمونیم چهار پنج ماه پنج ماه بود حقیقت و بعد اگه شما کنم قوام اومد قوام اومد قوام هم شیش ماه بیشتر سر کار نبود تنگنه ها بسیار بالا بود خب کشور در تصرف متفقین بود چیزایی که درباره سخن گفتیم ولی میزان شور وقتی ها رو امروز دشوار میشه تصور کرد که بر چه مرد، چه مردم گذشت کار به اونجا بود که قوام هم که یقاتی حالت داشت با تحکم اینا برخورد میکرد مردم اصلا ریختن خونش آتیش زدن این یه همچین وضعیتی بود در اون شیش ماهی که قوام نخواست بود ما هنوز تو سال 21 هستیم او که رفت سوهیلی این بار با آمادگی بیشتر دوباره اومد و این دور دوم اگه شما کنیم بیش از یک سال بود گمان کنیم یک سال و دو ماهی بود و کم کم رسانه ها آغاز کردن دوباره به پا گرفتن پس از اون که عرض کردم رزاشا رفته بود و این فضای نو برگشوده شده بود رسانه ها آزادتر شدن حزب ها دوباره آزادی کار پیدا کردن که نخواست از همه حزب توده سر به ویژه که روسا هم به عنوان نیروی تصرف کننده در ایران پایین نهاده بودند و پشت پرده آغاز کرده بودند افراد خودشون رو دوره دادند. از این پس خب وابستگی حزب تودم شوربختانه به یه دولت بیرونی هی بیشتر و بیشتر شد. مردمم حزب توده رو مثل اینکه خوش رو میمد من عرض کردم حزبای چپ تند رو به خاطر اون که پیامشون تو مطلق بودنش گاهی خشم بودنش و توی دشمنیش با مهتر سالاری و گرایش بیشتر به کهتر کهترگرایی و یا عوامگرایی با اسلام همانندی های بسیار داره انشای چپتوند یا مارکسیستی حالا نه که عظمت فلسفی انشای مارکس ولی اون بنیاد مغلطه که توش هست با اسلام سازگاری داره خب کشور مسلمون مثل ایران هم خیلی عالی بود واسه گسترش به چپ رو یعنی حزب توده <متحد> <متحد> شعروی هم که از پشت یاری میرسوندن و داستانش حالا دیگه درازه ولی اینو بیشتر همیه خوشون خودشون به خوبی می دونن. این حالا چی شد که سوهیلی باید در پایان مجبور شد بره کدورت هایی که بود تا اندازه با خود دربار و گروه های دیگر سیاسی تو جزیات نمیریم داستان هر کدومش مصنفی هفتاد منه پس از ایشون آقای ساعد اومد من میدونم اینست که فهرست رو ریختم به هم مثل اینکه نه خوشبخت داریم که هنوز پاورپوینتش درست آقای ساید اومد محمد ساید که این هم یه هشت ماهی بیشتر سر کار نبود این دوره ها انقدر کوتاهه که آدم میبینه تو همون دوازده سالی که تا 28 مرداد بود صبات نبود صبات کاری نبود شیش ماه این چهار ماه اون هشت ماه این یه ماه اون حالا میرسیم سایدم این بار اگه شما کنم هفت یا هشت ماه سر کار بود و اینجا مسئله نفت شمالی خورده بالا گرفت روسا که حزب توده رو در انداخته بودن به درون جامعه یه چنگم انداختن به سوی نفت شمال که داستانش تا روزگار تزاری باز میگشت این گرایش به نفت شمال و دولت ساید نپذیرفت و حزب توده دیگه اینجا شوربختانه به عنوان عامل مستقیمی دولت بیگانه شروع کرد به جان ساعد افتادن یعنی از اینجا دیگه آبروزی این حزب باشکار. آره من خوشم نمیاد که ما یه حزبی هم داشتیم که چهار تا آدم اندیشه پردازم توش بودن اینم به حمدالله اینجوری دیگه تمام و... این ایرانیای بعد از اسلام عقلشون رو از دست دادن دیگه عقل هر گونه عقل و حس وفاداری یا منطق رو از دست دادن حالا بگذاریم، ام مثلا یکی از نمونه این آبروزی اگه شما نکنم اون زمان بود یه مقاله ای بود که احسان تبری نوشته بود اون زمان خوب جوانتر بود به جان ساید افتاده بود اگه شما نکنم نه اون زمان بود علی ساعد بود با این محتوای بسیار بسیار, بسیار آبرو ریزانه احسان تبری ها بله که بله از اون جایی که انگلیسی ها یه سهمی همیشه در کشور ما دارن و میخورند چرا نوبت به روسا که رسید نیاز همی ندارن <applause> واقعا غم این جریان آبروریزی شهران در کنار مثالی که میزنید که حزب توده آشکارا اصرار میکرد و فشار می‌آورد که امتیاز نفت شما رو بدیم به شوروی من یک بریده روزنامه باختر امروز رو دیدم حتی باختر امروز رو حسین فاطمی منتشر میکرد ولی وقتی مرد به یاد اون سازمان جپ ملی خواهی از کشور کنفدرسیون دانشجویان جپ ملی اینو منتشرش میکرد در خواهی از کشور هزار در هنگامی که سه تا جزیره رو ایران در خلیج فارس گرفته بود تون به بزرگ کوچک و ابو موسا اینها مرتبی نوشته بودن که ما به شدت با این عمل شاه نمیگفتن این کار این کار رو ایران کرده این کار با این عمل شاه بسیار مخالفیم و محکوم میکنیم این جزایر رو به صاحبان اصلیش یعنی منظورش امارات امارات که تازه تشکیل شده برگردونید و من نام جبهه ملی و وقتی اونجا میدیدم ملی و بعد اینکه شما یک سه بخشی تازه کم وسعتی از سرزمین های ایران رو پس گرفتی اونم حالا شرایط ویژه بوده چگونه میشه شما هم که تناقضی رو ببینی و شگفت زده نشی حالا حزب هم همینطور معمولا احزاب چپ خب همیشه یه سمپاتی به شوروی داشتن ولی در مورد حزب توده در ایران خیلی وضعیت اسفبار بوده و به ویژه حالا رسوخ شوروی در سازمان ارتش و تشکیل سازمان نظامیان حزب توده که کامل دسترسی به همه رمز و راز نیروهای مسلح ایران داشت بسیار بسیار غم از این رو همچنان که گفتم دلشم می‌سوزه به قول شما دو سه تا آدم حسابی و اندیشمند و اهل مطالعه و هنرمند و هم که پیدا می شدن در این حزب بودن متاسفانه و این حزب هم که تبدیل شده بود کاملا به بازوی امنیتی و جاسوسی شوروی که نمیگم احزاب چپ دنیا در اروپا این وضعیت نداشتن ولی به این ابتزال نبود کارشون یعنی سمپاتی بود ولی به هر حال استقلال روح و فکرم بود دست در کشورهایی که عضو بلوک شرق نبودن حالا مثلا حساب رومانی و مجارستان اینا جداست ولی شما برای کشوری مثل ایران خب ما اعضاب کمونیست در فرانسه هم داشتیم اعضاب کمونیست در شرق آسیا داشتیم و کره هم داشتیم ولی با این وضعیت یه مقداری میشه گفت واقعا ابتذال مطلق بود ادامه بده شرم خب حال ملتیه که اون چهارده قرن پیش اون شکست سختی که خورده موالی شده دیگه یعنی روحیش از درون شکسته و هم اونجا هم عقلش رو از دست داده خب توی دشمنی که اسلام با خرد داره و هم شرف ملیش رو از دست داده درست. تبا شده میشه گفتش که حالا که دراز سید دوستیه از داستان ساید هم رد بشیم نمیخوایم تو جزیات بریم این کار میکنی یا نه پس از ایشون آقای بیات اومد حالا بیات یه اون یه شیش ماهی بود و از اینجا داستان نفت کم کم اون کرانه های دورش پیدا شد البته خب طبیعی هم بود چون کم کم یه موقع این پرسش پیش میاد که با این صنعت میخوایم چیکار کنیم ببینید کشورم که کم بوده درآمد داشت این فکری که خود بیشتر نفت بفروشیم یا پولش دست خودمون بیاد و بعد باش با کار عمرانی بکنیم یا به مردم برسیم خب طبیعی بود توی کشور تنگدستی که صنعت نداشت مثل ایران اونش چیزی شگفت آوری نیست کم کم پوسشش یه خورده داختر شد اینجا روسا که این فشارا رو اوورده بودن به زمان ساعد بعد آقای مصدق یه کاری کرد که اون جلوی خواسته دیگه کاملا گرفته شد که اه، اه، طرحی بود به مجلس برده شد و تصویب شد که تا پایان جنگ اصلا دولت ایران حق نداره با هیچ احدی در مورد هیچ کدوم از این امتیاز صحبت کنه درست با این منطق هم که آها ما وقتی تصرف شدیم و قوای دشمن اینجا با اصله تو کشور ما اینجا مذاکره اصلا معنا نداره درست و اینجا این در این داستان اصلا کلا بسته شد اونام رفتن پیکارشون اگه اشتباه نکنم سر این داستان هم مصدق یه دشنام های وار بی پایان از چپیا خورد <applause> چون که این دیگه یه صدی جلوشون ساخت که کاملا دیگه متوقفشون کرد حالا بعد از بیاد حکیمی مدت کوتاه یه ماه اومد در به عنوان فقط میان پرده بود حالا بیات چی شد که اصلا رای اعتماد به دست نیاورد اینم داستانش درازه حکیمی رو بهش نمیپردیم چون فقط یه ماهی بود، اون اهمیت اجرایی نداره. بعد از اون صدر اومد محسن اشتبا نکنم، محسن صدر. اینا رو من ریختم دور به هم، نه، باید این محسن صدر هم پنج ماه بود یا هشت ما بود، اینکه هم پنج بود. و چیزی که اینجا حالا قابل توجه بود جنگ به پایان رفت جنگ دوم به پایان رفت و نیروهای بریتانیا و آمریکا هم گذاشتن رفتن بیرون و نیروهای شوروی خب همونطور که هممیهانا میدونن موندن و فرقه دموکرات هم دیگه جست و خیز کرد و خواستار خود مختاری شد و از این حرفا محسن صدر یه دوره هم زمان رضاشان خصوصی شد چرا قدیما بله بله این هر کدومشون قدم هم موقعی نوبتشون بود در این هم یه م... م... پنج ماهی بود و فقط با این مشکلات مواجه شد حالا داستان اینکه چرا دوباره تاخت خورد اونم دوباره جای خود داره بعد حکیمی دوباره اومد این بار برای سه ماه و پیش ولی تو این دوره بود که گمان کنم دیگه رسما اصلا گفت من خودم نخست وزیر دولت آذربایجان هستم و پا... تبریزم پای تختشو از این حرف اگه اشتباه نکنم 21 آذر بود 21 آذر 24 بود بیست بعد خب حکیمی هم دید که این دشواری خیلی بزرگه بعد تو این موارد سخت قوام دوست داشت داوطلب بشه جاه حل مشکلات بزرگ بود و اومد جلو این نزدیک دو سالی بود یک سال و ده ماه یا ده ماه اینا این بار بود دیگه چون یه خورده کار سخته بود این یکی بار دیگه دو, دو, سال مون یکی کم سه چهار ماه میرفتن که پاش رو به موسکو و اون داستان طرح چند بودی رو ریخت از راه گاببندی با خود مجلس و دربار و اینا که روسا رو اونجوری به طلب اندازن که داستانش رو همه میدونن و بدین وسیله وقتی که روسا از یک طرف به فشار آمریکا پس شو بخوایم خب اصلش اون بود تهدید به وارد جنگ شدن با اونها و بعد این پیشنهاد چربی که براشون قوام طراحی کرده بود اونا وقتی رفتن بیرون نیروش کشتن بیرون خب اون دولت خود مختار هم میبایست که فرو بریزه حالا دولت خود مختار منظور شهرام فرقه دموکراتیک که بله، فرقه. بعد با شورش مردم آذربایجان و حرکت بعضی ایلات و اشایر آذربایجان زنجان و از جمله لشکر یک پیاده تهران در 21 آذر 1325 کاملا فرو ریخت هم اون هم جریان همین فرقه دموکرات در مهابات که جمهوری مهابات رو انداخته بودن و اینها در دوره نخست وزیری قوام سلطنه رخ داد بله پشتیبانی روسا تموم میشد خب اون که شانسی نداشت دیگه خود بخش بزرگی از مردم محلی هم با اون روی خوشی نداشتن حالا چون این داستان ها خیلی معروفه و دیگه این یکی رو همه میدونم من تو جزیاتش نمیرم بعد آقای حکمت اومد اگه میگم ترتیبشو من دوباره به هم نریخ بشه باید مرکز رو نگاه کنم نه درست صفحات پاورپوینتش شما نشده محمد رضا بود محمد رضا حکمت بود که 11 روزی بود حالا چرا اصلا قوام باید میرفت که این 11 روز بیاد جوکر بشن اونجا داستانش دراز بعدش دوباره حکمی اومد به مدت 6 ماه که کار خیلی کامپلکسی انجام نشد ولی مسئله نفت پشت پرده داشت زغزغ می کرد همینجوری چون انگلیسی ها متوجه شده بودن که در داخل خود ایران هم یه نیروهای هستن که میگن دیگه زمانش رسیده که یا این باید ملی بشه یا باید سهم ایران غیر،, غیر عادی بره بالا یا یه،, یه جوری باید تغییر پیدا کنه که اون حالت استعماری پایان پیدا کنه برای همین اونها هم راغب بودن که قراردادی که از پیش بود و زمان رضاشاه تمدید شده بود این هم دوباره یه حالت قانونی تر و تمدید فراتر پیدا کنه اون وسط البته مثلا سهم ایران هم بره بالا با. که اینجا اون مسئله قرارداد گسگل شاییان در از دور پدیدار شده اینها زمان این, این, این در دست انجام بود پشت پرده و دو تا سلیقه تو ایران وجود داشت که بعدا اینا به هم برخوردن یکی این سلیقه بود که آقا اصلا بذار گس شاییان یا چیزی شبیه اون انجام بشه سهم ایران بره بالا حالا بشه یک چهارم قبل که کمتر بود خیلی کمتر بود میگه یک چهارم بشه سی درصد بشه هر چقدر بشه ام و ما این پول ثابت رو داشته باشیم و روش برنامه ریزی کنیم مثلا برای 20 سال 25 سال مثلا بسازیم طیف مصدق که اون هسته سازماندهنی اون گفت این خیلی کمه اولا که حداقل باید نصف باشه اگر اصلا و اصلا نصف هم نباید باشه چون این مال ایرانه و اصلش یا منطقش اینه که ملی بشه و بعد خودمونم بگردونیمش که به هر احدی هم خواستیم میفروشیم اونام پاشند برند خب البته اون طیف دیگر که میگفتش که یه جوری باید با خود انگلیسی ها کنار بیایم اونا دو تا برهان بنیادی داشتن که میگفتن انجام پذیر نیست نظر فنی از امروز به فردا و انگلیسی ها همه انگیزه رو خواهند داشت که جلوی این مطلب رو بگیرن نیروی ارتششون هم از ما تره و نفوذ سیاسیشون هم در سطح جهان الی آخر این دوتا نگاه به هم داشت فشارشون بیشتر میشد در این راستا بود که حکیمی که نمیتونست اینجا کاری توی ای همچین فرسایشی از پیش ببره رفت و حجیر اومد یه نظر من توضیح بدم برای همینا قراردادی که صحبت میکنه شهرام گس گلشایان در حقیقت گس نماینده بریتانیا بود گلشایان از سوی ایران نشستند و تنظیم کردن که چگونه میشه بعد این قرارداد رو به گونه تغییر داد که به سوی ملی شدن نر قضیه در این حال درآمد ایران در اثر فروش نفت خام شرکت نفت ایران و انگلیس افزایش چشکی پیدا کنه این به نام این دوتا گس گلشایان معروف شد و مدت طولانی هم سوژه گفتگوهای مجلس بود که حالا همچنان که شهرام ادامه خواهد داد میبینیم که نهایتا چی شد هجیر یک آدم تکنوکرات یا فن سالاری بود که مدام یه درس ای بود از قشر ملاکا و اشراف روزگار قاجار نبود از کهترزاده‌ها بود که خودشو برکشیده بود و توی دربار هم خوب کنار میومد دورا دور مثلا کسایی مثل اشراف و اینا پشتش شاه دختر هم پشتش وایستاده بودن و هم هم پیوند خوبی با دربار داشت هم با دستگاه اداری کشور داشت هم یک زبان بسیار معدب فرهیخته ای داشت و میتونست با خود مجلسی خوب کنار بیاد هجیر بر این باور بود که چیزی مثل گسکول شایان ایبی نداره بیاد و ما همون طرح چیز رو بریم طرح آرامتر سازندگی رو بریم حتی اگه میتونستیم همه نفتم بگیریم و اینا ولی به همین 20 درصد یا 25 درصد هرچی قصد بسنده کنیم و با اون فعلا کار کنیم یکی از کسایی بود که این طرح میپذیرفت مثل مثلا بعدش هم رزمارا و عصبیت ها اینجا خیلی بالا گرفت از اینجا فضای عصبی کشور اسلامی و ناتوانی ایرانی های مسلمون تو کمیونیکیت کردن با هم دیگه همرسانی کردن و گفتار انجامیدن و به یک فرجام منطقی از راه گفتار رسیدن این ناتوانی از اینجا دیگه آغاز کرد به اوجش زد یعنی میشه گفتش که از بیست که رضاشار رفته بود یه پسا، یک پسا حالت هنوز اتوریتر یا این که یه پسا حالت اتوریتر یا اینکه به اون حالت کلاسیک هنوز بود و همینجوری که داشت فضا باز میشد و می یک لحظه من ممکن دوباره زنگ بخوره so, یه فضای دقیقت اون پسا نفوذ روزگار رضا بود و کم کم سیستم داشت به خودش دوباره این حالت طبیعی خودش باز میگشت که رک و راست با همدیگه بحث کنند و کار کنند <applause> و در این بازگشت به خود بود که عصبیت سیستم به شدیدترین حالت شروع کرد خودشو نشون دادن این نظر فلسفی اینجا نشون داد که در اون کشور دموکراسی با اون فرهنگی که در اون کشور بود کار کردنش بسیار 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 دشواره اگر که ناشدنی است حجیر هنگامی که این نظر رو پیش می برد چنان عصبیتی توی طرف مقابل پدید اوورد که اونا از طریق بازوی اسلامی کشور آغاز کردن علش کار کردن کاشانی اومد این صحبتها رو گسترش داد که این بابا بهاییه از یه طرف دیگه هم نوکر انگلیسی هاست اصلا کارمند اوناست چون است و چنان است داد و بیداد که حالا نه رسمن ولی غیر مستقیم خونش مباهه و کسی هم با این مطالب به اون صورت مخالفت نمی کرد از توی گروه های دموکرات مجلس یا نیروهای اون که خودشون ملی خواه می گفتن چون از این خیلی دلشون پر بود از هنجیر به خاطر نگرشی که داشت بلست. و وقتی هم که کشتنش هم کسی به اون صورت چیزی نگفت فدای اسلام کشتنش خود حجیر هم توی وضعیت تیپیکی افتاده بود که دولت پهلوی توش بود و تمام الگوی برخورد پهلوی تا انقلاب رو پیشنمود میکرد <applause> یعنی وقتی مسلمان ها آغاز کردن جونش رو تهدید کردن و هی دشنام و هر روز درگیری و حمله و شربانی باید جلوش میگرفت تزاراته که علیش میذاشتن فوش میدادن قمه میزدن هر بارم چند نفر کشته میشد خود هجیر کوشش میکرد از راه وانمود کردن به مسلمان بودن و کوتاه اومدن جلوی نیروهای اسلامی با داستان برخورد کنه درسته یعنی کانسپت برخوردش بدن همونی بود که در آستانه انقلاب محمد رضا شاه هم انجام میداد این یه چیز کلاسیکیه که ایرانی ها چون تو کشور خودشون چهارده قرن بازی رو علیه اسلام باخته میدونن خودشون هم خودشون رو باختن وقتی طرف مقابل وحشی حمله میکنه اینا فقط کوتاه میان کوتاه میان و بعد تظاهر بیشتر به اسلام خواهی میکنن درسته این همون کانسپتاری که بعدا دولت پهلوی در آستان سقوطش رفت به عنوان یه پیشنمای تاریخی از بیش از 25 سال قبلش این هجیر داشت میرفت اه. که این هم همون حالت بود یه آدم ایرانی متمدن بود که میخواست یه کارای انجام بده حالا کانسپت درست یا نادرست که مثلا آیا واقعا باید اینجوری میرفت یا باید اونجوری که مصدق دوست میداشت بده اون کار ندارم ولی میخواست کشور ساخته بشه بدون درگیری و فرسایش بینیاز اه. و وقتی مسلمانها حمله میکردن فوش میدادن این فقط کوتاه میومد و دنبال آشتی ملی بود یعنی yani آشتی با کسایی که میخواستن بکشنش درست. اگر اشتباه نکنم حتی قاتلش رو خودش از زندان رها کرد که قاتل کسروی بود نبود نه امامی بود بسیاری کی بود قاتلش فراموش کرد بله قاتل کسروی رو فشار و بسیار زیاد آوردن از جمله شوربختان خود مصدق هم در مجلس گفت که اه، کسبی اه، آیات ازام گفتن که باید قاتلش آزاد بشه خلاصه فشاری که آوردن باعث شد که از دادگستری تبرهه شد اومد بیرون حالا اگه خود اون فردم نکش سازمان فریان اسلام که هر دو هم قاتل کسبی و هم قاتل حجیر عضوشون بودن در حقیقت از آزادی اون بهره برد و یه شخصیت دیگر سیاسی یعنی حجیر رو ترور کرد خیلی سالا گذشته است الان دیگه به یاد ندارم ولی امکان داره حتی خود قاتل کسروی بود که این رها کرد و خود او اینو کشت امکانش هست ممکن. حال ام، امامی یا بخارایی ممکنه درست حال حجیر، ام، ام، این وسط مورد نفرت هم مسلمان های کلاسیک بود هم جپ ملی جپ ملی هم تفلی مثل این که مثل بقیه مسلمان ها کانسپت دیگری جز نفرت نمیشناخت نه منظورشون بد بودا این خواهر های مسلمان کلن اینجوری دیگه یعنی چون عقلشون رو از دست دادن فقط با احساسات لگام گسیخته واکنش نشون میدن یعنی نمیتونستن وارد یک پروسه همرسانی یا کمونیکیشن یه یک کسی ممکنه بگه کدوم پروسه همرسانی یا کمونیکیشن از اونجایی که انتخابات مثلا زمان رضا که مثلا سالم نبوده که نمیتون از انتخابات خوش نشون بدن انتخابات این زمانم که هنوز سالم نبود یه خود سالم از زمان رضا بود ولی نه دیگه. مکسیموم ماکسیمم تماشا درصد یعنی جپ ملیچی هم همیشه احساس میکردن که زیر فشارن چون نمیتونن از راه بردن انتخابات خواستشون برسونن خب اونجا هم شاید مثلا اونجوری عصبی شدن دا داستانش درازه ولی من من گم، من در اونها در بیشترشون من جمله در خود مصدق اون عصبیت یک مسلمان رو میبینم یارو وقتی که اون سلیقه خودش موفق نمیشه از خشم دیگه لگامش میکسله من حتی میتونم تصور کنم که حالا نه خود مصدق چون اون هم آدم قانونشناسی بود هم برای پرونده رسمی درست نمیدونست ولی از کسایی که نزدیکش بودن من حتی میتونم تصور کنم که با کاشانی تماس گرفتن و بهش چراغ سبز دادن که فرمان قتل اینو به اوباش بده درسته این چیزی بود که مثلا تا اندازه به این مسائل حالا نه حتما تو این روکی و تو هر مورد مثلا میرفتروس بهش اشاره کرده بود تو اون کتابش درسته. که همچین همنشینی های بوده ولی طرف مقابلم که هیچ قبول نداره من پاسخ آقای امینی به میر رو که خوانده بودم هم در حقیقت جز تحقیر و داد و بیداد به میر فتروس البته برخی برهانهاش هم درست بود ولی یه بخش بزرگ از برهان هم سست بود و این مسئله داد و بیداد و تحقیرم که سر جاش بود یعنی خودش میگفتش که مثلا میرفزروز چقدر سست داوری کرده ولی سه چهارم کتاب همش حمله کردن فرومایش مردن میرفزروز و بهش دشنام دادن بود یعنی خیلی جالبه حد عصبیتی که این زمان ایشون رو کشت یعنی نزدیک هشتاد سال پیش این هجی رو کشت همون عصبیت مسلمونی تو خود امینی هم هنوز هست درست. امینی که مثلا میخواد یه کتاب بنویسه علیه میرفتروس میگه میرفتروس بارهان ها رو اشتباه آورده مثلا پاسخش هست سوداگری با تاریخ که نوشته در مورد آسیب شناسی شکست میرفتوس میخواد بگه میرفتوس این برهان ها رو اشتباه آورده به جای که حالت ریاضی مانند یا منطقی فقط اینا رو بشموره هر صفحه دو سه بار کنترل اعصابش از دست میده درست. من پیشنهاد میکنم کسانی که این مسئله در مورد خاور ها بررسی میکنن یا براشون جالبه که مغز خاور چجوری کار میکنه خاور مسلمون این کتاب میرفتوس رو اول بخونن حالا بخش آنالیتیکش درست یا نادرست چون کتابش دارای آرامشه مال میرفت درست و پاسخ امینی رو هم بخونن میبینن خیلی 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 جالبه خود امینی وقتی داره متن مینویسه با اینکه نوشتاری گفتاری نیست اتفاقا من از امینی خودم شخصا نظر شیوه نوشتنش و گفتنش خوشم میاد چون به فارسی کلاسیک پافشاری داره یعنی وار دوست داره فارسی کلاسیک بگم ولی هر صفحه یا هر دو صفحه مثلا به یه جای میرسه که گمان میکنه میر فتروس اینجا خیلی مثلا به کنج راه رفته کنترل اعصابش از دست میده و یهو شروع میکنه تو آستانه دشنام جلو رفتن یعنی به زبان مسخره میگه و این شخص خیلی خیلی تاریخ دان یا خیال میکنه تاریخ میفهمه یا از اینجوری بودم اون اون شخصی که میخواد انتقاد کنه این نبودن کنترل اعصاب در مغز مسلمان یه مطلبیه که جلوی تمام پیشرفت های صنعتی و دانشی رو میگیره دیگه چون هر گونه همرسانی یا کمیونیکیشن رو متوقف میکنه آخر سر درست و زمان ای هم بود این این اولین قربانی آشکار این روزگار بود که میگم تا موقع یه رضا شاه بود که اون خفقان و دگنک و بود اصلا کسی نفس, نفس بکشه اون همونجوری میساخت با سرعت چارنل میومد جلو کسی هم اصلا به بپرسه چه خبره پس از اون که آزادی اومد ایرونیا آغاز کردن خودشون در بستر توانایا و خاصای خودشون با هم همرسانی کردن کمونیکیت کردن و به همدلله یه قتل پشت اون یکی اتوش اومد بیرون یعنی <يعني میرون> که خودشون که میخواستن با خودشون کمونیکیت کنن <میرون> این هم اولیش بود که عمرشو داد به شما <میرون> <میرون> پس از هجیر که خب ناگهانی این اتفاق افتاده بود سائد رو آوردن البته ساعد یه مدتی موند یک سال و چهار ماهی اه، اه، بود و محمد رزاشا هم در این دوران خیلی خیلی آشفته بود چون رو حجیر حساب میکرد هجیر قبول داشت هجیر یه تکنوکرات سربزیر بود یعنی با اون یکی مثل اون یکی ها عصبی و اینا نبود ام، ام، تکنوکرات مدل شف فرنگی بود نیست. و حالا من کار ندارم که قرار قرارداد اونجوری با انگلستان میپذیرفت تعمل میکرد اون روش او و روش محمد شاه و رزمارا که نمو گفتم باید آروم بریم اینجا رو فعلا بسازیم حتی اگه فقط 20 25 درصد قیمت نفتم دستمون اومد اون یکی هم گفته نه با حتما همش باشه یا حداقل 50 درصد باشه بعد از مسئله تحقیر استعمار باید قطعش کنیم فلان من این تصمیم فلان میذارم کنار ولی این از مدل آدمای عصبی نبود حجیر من گمان میکنم واسه همینم کشتنش دوست. چون که چیزی که جپ ملی رو و مسلمان های نزدیک به جپ ملی رو و کلا حالا جدا رو هر کدوم خشمین کرده بود این موفقیتش توی مذاکرات بود مثلا ام، ام، سر انتخابات بوده اگه اشتباه نکنم مصدق گلایه داشت که کارا چقدر اشتباه جلو میره بعد جلو میره انتخابات معمولا ناسالم بودن دیگه تو ایران آه. حتی پس از رضا و رفته بودن شکایت و هجیر بعدا درخواست کرده بود که یه تعدادی بیان این وزیر دربار بود موقع گمان کنم بیان صحبت کنند و کار به صحبت کشته بود اینقدر مبادی آداب بود و گفتارش نیرومند بود که اون یکی رو کم کم خورسند کرده بود به اینکه آرام پیش برن و از یه حدی تند نرن که این مصدق رو براشفته کرده بود که این چجوری با توان گفتارش اونا رو داره از بنیاد خاص پیشینشون در حقیقت آرام میکنه درست. این این آرام بودنش به کشتن دادش چون اونجا کسی که با خرد همش سخن بگی و آرام باشه من کاری ندارم که ممکنه الان بونجاد خواستش هم درست نباشه ولی اون خاور زمینی رو دیوونه میکنه از خشم کاملا اون... اون... جا... اون... جا... اون... یه نکتهی که گفتی چون دوبار تکرار شد من یک اه... تو پرانتز جمله ای بگم اشاره شد به انتخابات ناسالم انتخابات در دوره محمد رضا شاه به ویژه سالهایی که الان داریم چی میکنیم یه سری قدرت های محلی بودن که اثر میذاشتن و مثل هر جای جهان مثل هر کشور دموکراتیک، قدرت محلی اثر میذارن میتونه یک ثروتمند یه شهر باشه میتونه ایلات و اشایر اون استان باشن میتوانن حضور حتی نظامی مثلا روس یا انگلیس ها تو اون استان باشه که روی انتخابات به حال اثر داره در این شکی نیست بعدها که این فضای دموکراتیک به اصطلاح کم شد تو دهه 40 و 50 خب دو تا حزب دولتی بودن حزب مردم و حزب ایران نوین که اینا با هم رقابت میکردن ولی خب عملا هر دو اینا تقریبا تو یک فضا حرکت میکردن یعنی اپوزیسیونی در کار نبود اون پوزیسیون بین خودش یک اختلاف سلیقه‌ای بود که دو دسته شده بودن که حالا مثلا دکتر منو چرا اقبال دبیر کل ایران نوین بود علم دبیر کل حزب مردم بود بعد یکی از نزدیکانش داد اما در دور رضا مسئله انتخابات ناسالم نیست مسئله این است که اصولا به خاطر چیرگی محض شخصیت رضا در کشور اصلا کسی مخالف او نمیره کاندید بشه که بخواد انتخاب بشه یا نشه یعنی من فکر می کنم بدون هیچ مشکلی کسانی که در یه جای انتخاب میشدن وقتی نامزد شده بودن میدونستان که دارن وارد سیستمی میشن که تو این سیستم که سیستم به شدت هست و یک شخصیت مثل رضا شاه در رأس سیستم قرار داره اینا میشن به بخش از دستگاه قانونگذاری کشور من مطمئنم هیچ وقت دور دوره رضا یک مخالف یا دشمن رضا از جای نامزد نمیشد که ما بگیم انتخابات ناسالم بود یا سالم بود اون رأی می و نمی اصولا کسی جلو نمی که مخالف برنامه رضا باشه چون همچین فضایی نبود که کسی مخالف باشه ولی اگر کسی کاندید میشد و پیشینه مخالفت با رضا و با برنامه های گسترده عمرانی و توسعه او نداشت طبیعتا تو شهر خودش با کسی دیگر رقابت میکرد هر کی برنده میشد میومد بالا اینو فکرم منصفانه است توضیح اضافه ای بدم حالا سیستم اون مال دیکتاتوری مطلق بود دیگه و اونم برای این داستان این برهان رو داشت که ما چون باید سری بسازیم فرصت گفتگو نداریم Nice. و اینو این سنت هم به پسرش کوشش کرده بود یاد بده البته ما گفتیم پسرش که اینو که معتقد به این حالت کامل اینجوری نبود به خاطر آموزشش تو سوئیس و یه نسل جوانتر بودن و اینها mm -hmm. و اون کوشش میکرد که تا یه اندازه ای انتخابات واقعی بازنمود کننده باشه ولی معمولا هوادار جبه ملی برای این باور بودن که نه این هر وقت ما نمیبریم حتما تقلب شده درست nice. حالا شاید هم سخت این داره همه داوره کردن ولی اینکه ارتش و جاندارمیری تو مناطق محلی که دست داشتن رو صندوق هم دست میاختن داستانش درازه حالا بذاریم کنار ام... ام... برحال ساعد اومد و, و در این زمانم اگه اشتباه نکنم تیراندازی به شاه رخ داد ام... که دانشگاه بخ... تهران بله فخرارایی وقتی میخواستش که بکشه شاه رو و شاه پس از اون اومد و گفتش که من میخوام اینجا دستگاهی خورده دگرگون بشه یه خورده اختیارات من رسمی برکشیده بشه حالا مخالفاش تو جپ ملی یا بعدها بیشتر بیشتر, بیشتر اینجوری تعبیر کردن که گفته این از اولم میخواسته تا میتونه به سیستم پدرش بازگرده و این ام، ام، چیز این سوغه است براش یه دستاویزی بوده که اختیارات شاه رو ببره بالا <applause> ولی من بار پیش گفتم که محمد رضا شاه بعد از اینکه پدرش رو بردند و این دو سه سال اول فضای ایران رو دید اصلا فیزیک کوانتوم هم نمیخواست که این خیلی بخواد طراحی کنه اینا از درون به این نجسته بود که محمد اینا توان دموکراسی رو ندارن هنوز و اگه میشه منی که شاه هستم سی درصد سی و پنج درصد چهل درصد تحکم داشته باشم عرض کردم که یه جور دموکراسی سویمند باشه یعنی نخست وزیر برگزیده بشه ولی من فشار بیارم که نخست وزیرا دنبال نخوچی کشمش بازی و دزدی و اینا نمیدونم خیمه شب بازی مثل اونی که تو پاکستان هست مهم. که صد سال هنوز توی قرون وسطا دارن دست پا میزنن اونجوری نشه بلکه سویمند باشه پروژه های عمرانی و گسترش هرچی که پدرم در نظر داشت اینا پیش بره و من باید یه خود دست و پای این نخست رو جمع کنم خب اون دیگه دموکراسی مطلق نمیشه یه سی سی و پنج چل درصد نفوذ شاه و ارتش میشه درست و بعد چون قانون هی هم میخواست باشه محمد رزاشاه بالاخره هم تو میگم تو اروپا درس خونده بود میگفتش که تا میشه هم قانونی باشه حتی م. این زوری که من میخوام بگم که چیز نباشه دل به خواهی و خودکامگی کمتر توش باشه بعدا البته اینجوری نشد از 28 مرداد بنبر بخش قدرت فراتر از قانونم رفت بالا ولی اینجا میگفتش که اگه یه مجلس سنایی باشه و من نیمی از نماینده های اون به گزینش من باشه و من حق انحلال مجلس رو هم داشته باشم این میشه یه تحکم 15-16-20 درصدی با اون 20 درصدی که ارتش هم زیر نفوز اون 40 درصدی میشه درست و قانونی هم هست یه جورایی درست. و اینو میخواست و هنگامی که سوی قصد شدم به طرف این رفت و هم سنا پدید اومد و سنا اونجوری که معامل از شاه میخواست و هم حق انحلال مجلس رو هم گرفت و بعد سر این داستان هم اون داستان ها و نامنگاری ها با قوام و ایناست که داستانش گسترده است که هرکیس شکایت کرد آقا این میزان نفوذ شما که میره بالا بعدا نمیدونم شما خواهید دید که مردم از خود شما مثلا ناخرسند میشن و از این حرفا در حقیقت این متممی بر قانون اساسی 1285 بود که تشکیل مجلس سنا رو شدنی کرد اول انتخابات مجلس مؤسسان گذاشتن ده. و بعد انجامش دادن اینا در زمان ساعت انجام شد یه یک سال و چهار پنج ماهی سر کار بعد از اون منصور اومد بدون کار کرده بزرگی تو سه ماه علی منصور علی علی منصور و پس از اون داستان کم کم آغاز کرد وخیم شدن با برآمدن رزمارا که من عرض کردم از نظر همت و هوش مادرزادی و اینها تا 28 مرداد شاید اصلا تو تمام دوران پهلوی دوم شاید اصلا تو تمام دوران پهلوی یکم و دوم با فاصله بالا هم از همه باهوشتر بود هم هم پرفکتر و پرهمتتر بود درست روی همینم هم دربار یه خورده ازش نگران بود که نکنه این بیاد برای خودش یه رضا شاه دومی بشه و اصلا دودمان پهلوی رو مثلا بذاره کنار که خودش رئیس جمهور بشه از این حرفایی که خاورزمینی همیشه دارن هم. من گفتم که این تفلی ها اصل وفاداری هنوز کش نکردن <تصفيق> <تصفيق> اینا فقط وفاداری به الله ها که اونم بعدا ببردشون پیش هوریا ولی وفاداری زمینی رو نمیشناسن دیگه درست. که آدم زنجیره وفاداری رو روا داره که استحکام یا پایداری بگذاریم توی این بحث های فلسفی این رزمارا آدم بسیار, بسیار بسیار باهوش و پر ایده و پر همتی بود و به سان حجیر با کنار اومدن با انگلیسی ها مشکلی نداشت 20 25 درصد سهم نفتم میتونست باش زندگی کنه 50 درصد چه بهتر زمزمه های پید اومده بود که چون آمریکا مثلا با مکزیک داره 50 50 بخش میکنه خب چرا ما هم نه درست حالا ببین این هم مثل مثلا خود محمد رضا شاه مشکلی نداشت که مثلا جپ بلینا فشار بیارن پوش کنن بترسونن انگلیسی ها رو و آخر دولت بتونه 50 درصد بگیره و سهم ایران دیگه عالی بشه و دیگه برن رو پروژه عمرانی برای 20 -30 سال آینده درست ام... بله ولی خب جپ ملی اون تصور فیکسی رو که داشت از مدل خودش که میگفت انگلیسی ها رو باید کاملا بندازیم بیرون کاملا باید ملی بشه ما بعد از حالت شپ استعماری بیایم بیرون که بعد از فتلی شاتوش توش پسر میبریم ما باید کاملا اینا رو بندازیم بیرون و اون یه جوری بود که این همین که این حرفا رو زد همون نفرتی که جلو چششون خون میدید نسبت به حجی رفت رو این و نکته مشکوک کنندم اینه که همون جوری سرنوشه شد که هجیر شد اینه که منم به این باور دارم که بیگمان جبهه ملی غیر مستقیم تماسهایی با فداین اسلام داشت حالا نه تو این حالت که مثلا خود مصدق بهشون چراغ سبز بده که بزنن اینا رو بکشن چون خوب دوست نداشتی هم چیزی مثلا بیاد بیرون یا اصلا روا هم شاید نمیدونست ولی افراد عصبی و تندخوتر تو جبهه ملی هم بیگمان اگه میخواستن برای این تماس ها رو بگیرن میتونستن بعدا برخی از فدایان اسلام مثل اون عراقی مثلا گفته بود که اینا با ما در تماس بودن بله سر همین مثلا بود که اشاراتی چون میر فتوس کرده بود دوره امینی منفجر شده بود که این میره از عراقی مثلا چیز میاره باید. عراقی بودن شد شرا من چند وقت پیش داشتم این مجموعه گفتگوهای حسین درباشی رو میدیدم با برخی از چهرهای سیاسی این 60-70 سال اخیر چه از رژیم پیشین چه از رژیم کنونی گفتگوی داشت با آقایی که به نام عبد خدایی عبد خدایی نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی نماینده مشهد در مجلس بود ایشون ایشون گفت تو برنامه الان رو یوتیوب هست میشه دید و درستش هم با خود ایشون آقای عبد خدایی به حسین دواشی گفت که ما در خدمت این آقای نواب صفوی بودیم ما جوان بودیم خیلی جوان بودیم نواب صفوی بزرگتر ما بود رهبر ما بود خبر دادن که حسین فاطمی و سه چهار نفر دیگه از رهبران نزدیک به مصدق میخوام بیان نواب صفوی ببینن اینها اومدن بعد منتظر بودن که ما از اتاق خارج بشیم نواب بود ما اینجا غریبه نداریم هر کی بی... هر چی میخوایم بگیم بگیم وقتی مطمئن شدن که همه خودی هستند یه قرآنی رو در آوردن که این قرآن رو گفتن که فاطمی میگه میگه اینو مصدق امضا کرده قسم خورده که اگر شما کمک بکنید و رزمارا رو حذفش کنید ما کمک میکنیم به تشکیل یک دولت اسلامی در ایران یعنی حکومت رو میبریم به سوی اسلامی شدن تو قوانین و تو اجرا و تو همه چی و نباب صفوی یه مقداری با اینا صحبت کرد و آخر پذیرفت که این خواسته رو انجام بدن و در حقیقت برنامه ترور رزمارا رو فاطمی با قرآن امضا شده به نباب صفوی گفت و بهش وعده داد بعدها که اینا کشتند رزمارا رو فدایان اسلام کشتنش هیچ به وعدهشون عمل نکردن و مصدق بنا روی خوش نشون نداد اینکه فاطمی خود عبد خدایی میگه میگه اینکه فاطمی با آگاهی مصدق این کارو کرده بود یا نه ما قطعا نمیدونیم یه مقدار سخته که آدم تصور کن یه نفر بیاد از سوی یه نفر دیگه این کارو بکنه یادم مشهور و به راست و دروغش با آقای عبد خدایی و گفتگویی که با آقای دباشی داشته رو یوتیوب میتونیم ببینیم من شخصا نمیدونم اگر دروغ گفته باشه آقای عبد خدایی چه انگیزه هستن چون دروغی میتونه داشته باشه ولی به حال از حسب رزمارا مصدق و دوستانش بسیار خوشحال شدن چون بعدها به خاطر اینکه گفتن ما رزمارا محدور و دم بوده این جمله مصدقه واجب محدور و دم رو به کار برد و گفت برای همین باد قاتلش آزاد بشه آم ببین اه 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 اینی که جپ ملی باش فدایان اسلام میتونه در تماس بوده باشه اینو من احتمالش رو بالا میبینم یعنی می کلا خاور زمینی های مسلمون مخرج مشترک همشون فرقی نداره حالا هوادار میخواد شاه باشه جبهه ملی باشه هرچی چی کمونیست میخواد باشه اینا چیزی کانسپتی به نام وجدان رو نمیشناسن یعنی تو اون معنا که ما توی اروپای شمالی پروتستانت میشناسیم که همه چیز رو وجدان میچرخه یا میگویند که روزگار زرتشت باستان اینجور بوده ولی خب ما که اون زمان رو ندیدیم متناشون هم همه چوری میشه توش استخراج کرد ولی مال پروتستانت من نزدیک باشون زیستم از کودکی و من با مسلمان هم خب که همین بودن قبلا تو ایران و بعد اینجام اونا رو هم دیدم اون تفلی ها اصلا چیزی به نام وجدان نمیشناسن تنها چیزی که میشناسن تفلی ها فقط اون پروژه شخصی فعلی منه دکون یا دکونه یا اگرم دکون نیست اون چیزی که من فعلا میخوام انجام بشه اینو چنان دیوانوار دنبالش میرن که هیچ مرز اخلاقی وجود نداره اصلا هیچ محور اعداد هیچی وجود نداره و همه چیز با سیستم مصادره به مطلوب کار میکنه البته بعد از اینکه راز ما را درگذشت یا کشتنش ببخشید کشتنش بعدن پمیلی کوشش کردین داستان بسازه که اصلا خود دربار میخواست دستش خلاص بشه نه. اون داستان این اومد که با تیرهایی که خورده دو گونه تیر بوده نمیدونم پزشک قانونی چنین گفته چنان گفته فلان و مصدقم توی اگه شما نکنم تو خاطرات و بود نوشته بود که بله و خاطر مبارک همایونی هم آسوده شد وقتی این رفت یعنی در حقیقت خود محمد رضا شاه نگران بوده که نکنه این میخواد مثلا رضا دوم بشه مثلا رئیس جمهور بشه ما رو بذاره کنار بعد چراغ سبز داده که اگرم میخواید بکشیدش بکشیدش اون داستان معروف که چیز رفته بود دیگه علم رفته بود بیاردش به بله. مراسم این روایتی سن... است که به صدای جپ ملی آخری تبلیغ کرد بله. ما بله یه بله. دو دقیقه از زمانمون گذشته اگر که از اشتراک در بیاری برنامه رو پاورپوینت رو ما نشست آینده از رزمارا پی میگیریم و میریم جلو چرا میگم داغ ایرانی پسند میشون ایرانی فقط وقت وقتی که جنگ مغلوب شد خوشش میاد که داغ میشه بعد داده داده. داده. بسیار خوب چون فرصت بیشتری نمونده روز و شب همیانان خوش تا دو هفته آینده که باز از همین سری برنامه در خدمتتون هست بدرود, بدرود.